میکشه. ما که هرچی وایسده میشه صدایی نمیاد، گوش کردم. باز چرا بیدار نمیشه؟ گرفته خوابیده، طوریش نیست. میگم نکنی یه وقتی خیلی محکم زدی. نه بابا جون، طوریش نشده. انقدر سرش صفت بود که این خورد شد تو کمیزی. من ببینم اینو بالا. حالا کجای سرش زدی؟ اینجا. اینجا؟ نه اینجا. آها اینجا. نه راستی اینجا. تو گیجگاهی زدی؟ نه اینجا بود. من اصلا طاقت ندارم فریدون، نکنه خدای نکرده. بلکن صبح اول صبحی خواهر من، طوریش نشده. بذاری من برم یه سری بشین. من نگرانم داداش، خب ببینی چی شده. خواهر من نمیخواد نگران باشی، اگه طوری بشه ما هستیم. خب شما نه دیگه، خواهش میکنم. باز دوباره یه کاری میکنی یه شری به پا میشه. گلی خانم نمیخواد نگران باشی، این صد دفعه اگه بناس کاری تو این خونه بشه انجام بشه، ناسلامتی تو این خونه مرد هست. آه بلند شو بریم این فرهاد چشه. من؟ نه پس من مگمن من بازیکن خیلی خوبی بود، کارلوس اسی مگمن من. خیلی خوب باشه مگمن. خدا خیلی خوب باشه. خیلی خوب میام. پاشو علی رضا، پاشو برو ببینم اون فرهاد چشه. دیوونه شادی مگه نگرانیم؟ دیوونه شو. خیلی خوب، این خوابیده بابا. نمیدونم ولش کن، اون مثل بختک هر جا رو گیر میاره میگیره میخوابه. مگه نخوابیده که انقدر میخوابه؟ نه آخه چه بفهمه نگرانی چیه. نه علیرضا پا میشی یا نه؟ آره آقا، یه نمیدونم چی مگه من مرگت بده. بلند شو. اما خب بوده. ببین نگاه کن اومد تو میگه چرا حرص میخوری از دستی؟ ما آدم داری میفرستی. ده برو دیگه. در اومد یا نه؟ نگاه چی کارش کرده. یم در اومد یا نه؟ درش میارم. جست مهندس مابانه نگی. میگم در میاد یا نه، یا بدیم یه الکتریکی درست کنه. تحمل داشته باش، صبر کن، درش میارم. آخه با زور که نمیشه، اینا راه فنی داره. ای بابا آقا چی کارش کردی ها؟ واقعا نمیتونی با این دستگاه کار بکنه؟ خب نکن. وقتی یه نوار تو دستگاهی که نمیان یه نواره دیگه بچپونن تو دستگاه. قدیم ما گرمافون داشتیم 10 تا صفحه میخورد، دونه دونه عوض میکرد. خواستم این همینی شد، دوتا گذاشت شد، سه تا گذاشت شد. همین نصرت خان این فرمول داره. آم باید چک بکنی ببینی که توش نوار نباشه. یه دکمه داره مثل دکمه یه صندلی پرتاب خلبان. ها یعنی خلبان چطور پره بالا؟ بهش میگن اجکت. این زیره. مثل چی گفتی؟ اجکت. مثل چی؟ مثل صندلی پرتاب خلبان. تو بابات خلبان بوده یا مادره؟ حالا تقصیر منه که میخوام یه چیز علمی بهت یاد بدم. چرا گیر میدی؟ جواب منه بده، میخوام اینم حرفی که میزنی از کجا میاد. بابا یه چیزی گفتم تمام شد و رفت. دیدی ندیدی، ندیدی دیدی. باشه ببینم. به جای حرفا درست کردنت هم مثل حرف زدنت. باشه ببینم بابا، به جای حرفا برو دو تا استکان چای بیار بخوری که من بخورم. باشه مسخره. من برم چایی واسه بیارم. رود زیاد شده ها. دست نزن. چرا؟ خطرناکه. چرا؟ ممکنه برق داشته باشه. برق چی داشته باشه؟ نگاه کن ببین برق داره. برق غلط نیست برقش. برق میدوزه. دست نزن. خب ببین برق تو برق هست یا نه؟ امتحان میکنم. سموف فرار کرد. برات خوبه؟ نه پاش خوبه. من چه تا آبغندو میپاشی آبغندو میخورن. چقدر گفتن دست بهش نزن، گوش نمیکنی که. این بچه ها هستی هی دست بهش زدی، گفتم نزن. برق اینقدر قویه ما
معلومه که خبیه چیکار کرد؟ تا آرنجش اومده فروت کرده تو دستگاه ببین؟ ولی چه؟ نمیدونم چرا بازم خیلی درد میکنه اینجا درد میکنه؟ چی بود قایم کرده؟ چیزی نیست چی بود انداختی اونجا؟ فکر کنم یه تیکه چوب بود. فکر کنی دستتو بود فکر کنی چوب دستت چی میگه؟ آورده بودم که این نوار رو در بیارم تو ویدیو. نوار رو در بیارم؟ یه بزنی اینجای من. نه نه زد. ببین بخت گرفته بود ولت که نمیکرد نصرت خان. منم ترسیدم برای که ولت کنه هی زدم این غزلم زدم ول نمیکرد. منو زدی که برق ول کنه. خب دیگه برقو که ندیدن که بزنم مجبور شدم اونو بزنن که همین دیگه. خدا لعنتت کنه. پدرمو در آورد. علی نصر مدلی شد. چقدر قشنگ شدی. خیلی خوشگل شدی. جری چی فرار کرده؟ من کجا بدونم برای چی فرار کرده؟ شده. عمو فرار از عمو فرات فرار کرده. مگه زندانبانش کجا بوده؟ چی میگه؟ یا بیرون از قبرس. عمو فرات فرار کرده. علی رضا همه جا رو گشتی خوب؟ بابا دیگه یه وجب اتاق دیگه گشتن نداره. رفتم دیدم نیست دیگه. فرات فرار کرده؟ فرار کرده. وای دیدی؟ دیدی چقدر بدبخت شدیم. دکتر راست میگفت. دکتره مگه چی میگفت دکتر؟ راست میگفت. گفتش هر کی مریضیو بگیره سرخورده میشه اون وقت سر به بیابون میذاره. نه بابا به خودت فکرهای بد را نده اینطوری نیست. نگران نباش. ما خیلی در حقش بد کردیم. خیلی اذیتش کردیم طفلیو. بابا شامون هارسی همیشه میخواد اذیت شه اینو میگه. من واقعا مود نمیخوام. اینا آدم انقدر بد بعد انقدر بی احساس باشه که بدون خدافظی بخواد. نه علیرضا جان. فرهاد که از این اخلاقا نداره که بی احساس باشه بدون خداحافظی بذاره بره. میگم داداش نکنه یه وقتی. نکنه چی؟ میگم نکنه یه وقت گوشه خیابو. نه بابا گفتم نگران نباش. هیچ طوری نمیشه. چند دفعه بگم به خودت فکرهای بد را نده. هیچ بلای سرش نمیاد. اینو چیه؟ بخواب کوچولو لا لا بخواب اما عجب قوی بود این سیمون بعد چی شد؟ ببین خودشه؟ علیرضا از اینا میزنه علی حیفا دست بهش نزن ببینم این ببین مثل سیمان شده بود این درست علیرضا اینا رو از کجا میاره نگاه کن تموم شد آب رو آتیش علی حیفا به سبک خودشم خود علیرضا صبح با میشه اصلا من ندم شونه کنم همینطوری میکنه راه میفته آره ولی اونجا قشنگ تر بود من قبول ندارم این بهتر بود این الان شکل این باتلر تو برباد رفته خود خودش خب الان ما باید چیز کنیم اینو تو باید قایم کن یه جا واسه خودتم بزن طلعت گیر نمیره نمیفهمه بزن بره قایمش کنم نه بعدم ویدیو رو ببریم پیش فرهاد اون شاید درست کنه خیلی خوب فرهاد آلمان بوده هرچی باش اینم قایمش کنم قایم کن آره به درد خودمون میخوره علی رضا پرسید بگو من نمیدونم خیلی خوب اینم اینجا برو بری بابا چه خبرتون انقدر بلند میزنین؟ من سر جالیز نشستین ببخشید من رفتم برو آقا شون یکی از دوستای فرهاد زنگ زده بود از آلمان داشتیم با اون صحبت میکردیم داوود چی میگفت؟ هیچی خیلی سلام رسون سلامت بشه فرهاد کو فرهاد همین جاهاست من ندیدمش آقا جون همومه همومه من یه سوالی ازش دارم آقا جون تشبیرین ببخشین من چند لحظه با شما کار داشتم ببخشین
میخواستم راجب چی بود یادم رفت راجب ببخشین بعدن یادم میفته معذرت میخوام. مسخره کردی؟ نه آقا جون اختیاری من صدا میکنی میگی کار رو دارم بعد میگی بعدن ببخشین آقا جون تو چته؟ جل زنی چی؟ جل زنی جل؟ خب آره خب کم زدیم بعد بیشتر زنی که قشنگ به حرف بزنیم سن ما همینقدر بس خب آقا جا عشقش به اون برق زدنشه حق چیه بس این گاولیس زده سر تو نه اصلا همه میدونن که اصلا گاولیس نزده سن من چطه این دیگه چون از همون که آدم میاد بس انقدر دری بری نکو ببینید یه آدم طبیعی اصلا همون که میاد بیرون ماشون که قبلا چرک شده بوده این یه حالتی پف میکنه و این ژلی که میزنین این بعد این مو رو به هم جمع میکنه ببینم علی رضا تو از کی تا حالا فیلسوف هم شدی همچین فیلسوف معابانه و دکتر معابانه حرف میزنی فرهاد بله آقا جون چقدر طول میکشه من تازه اومدم صدات چرا اینطوری شده مریضی بابا نه آقا جون زیر دوشم اینطوری شده چیزه این ویدیو رو نگاه میکنی یا بدم ببره تعمیر بله میگم ویدیو رو نگاه میکنی یا بگم ببره تعمیر باشه چی شد آقا جون هیچی تویی بله آقا جون چطور مگه پس این تو کیه این تو همون نمیدونم ولی همون خب همون بالا هست برید بالا همون نه میخوام اینم فرهاد باله تلفن کی آقا جون چیزه مهنازه جدی آقا جون چی آقا جون مهناز پای تلفنه جدی آقا جون که این مهناز هم که این راه برا زنگ میزنه بگی من بعدا بهش زنگ میزنم بیا بیرون آقا جون کف رو سرمه نمیتونم که صدای گلیه آقا جون بلی منه باشه سر کار بیا بیرون دختر خودت رو سن کن فرادم اینجاست تو کی اومدی داداش منو مسخره میکنی آقا جون ببخشید کجا بودی فراد آقا جون رفته بودم پیش یکی از دوستان و ضمناً نهارم گرفتم چی گرفتی دیگه حدس بزنید اگه گفتی همون چیزی که دوست داری این راه نهایی کوبیده و ریحون و گوجه داره ببخش رو موند نفهمیدم این چشم بلش کن خیلی خوشمزه است نوشه جان مطمئن اینقدر میخوری تو آره مامان بیرون سفارش داریم یه زفت آورد بخور بخوری بخور راستی فرهاد دوستت از آلمان زنی داده بود آره چی؟ یکی به نام داوود داوود؟ آره چی گفت؟ هیچی گفتش که یه سری قرص و داروه برات فرستاده ایران دستش درد نکنه نگفت که میرسه؟ نه ببینم داداش داستان این قرصا چیه؟ اینا چیز خاصی نیست من یکی از دوستام قرص دارو میخواست بعد گفتم براش بگیرم دیگه بخوری دو بیا بیا داداش خودش برمیداره برمیدارم داداش خودش برمیداره یا بردار بابا من گرسنه نیست خودم آقا راستی قضیه این زبدرا چی شد؟ ببینیم این دفعه کی برنده میشه من باختم فهمیدی؟ باختم آره یعنی الان ممکنه بشقاب کی زب در داشته باشه ها فرام از زیر بشقاب تو ببینی نه من سه زب در است حالا ببینی نه برنده شدی داداش فرمز برنده شد یعنی چی چرا این دو زبدره کار من بود داداش
گفتم هر دفعه من برندم، یه دفعه هم این داداش فرمرز برنده بشه. برو این چه کاری میکنی آخه؟ من دیگه حالا طوری نشده بردی دیگه. کجا بردم شما نمیدونی چه خبر؟ آقا بالاخره آقا جون این جایزه رو کی میده؟ من دوتا برنده شدم، آقای فرمرزدارم یکی. اب نداره. جایزه ما رو بدید دیگه. عجب خوشمزه است، اینا کجا گرفتی فرا؟ سه جان. خیلی خوشمزه است، از کجا گرفتی؟ این جریان داره. غذا دیگه جریانش چیه ببینم؟ معذرت میخوام آقا جون ببخش. جریانش چیه تعریف کنم؟ جریانش چیه؟ خب بریم سر جریان. بفرم. ما یه دوستی داریم و خونه‌شون رفتیم و بعد تو خالیم شربت و شیرینی و اینا برای ما آورد، کلی خوردیم، پذیرایی خیلی گرم. اینا بغل خونه‌شون یه کبابی دارن، کبابی هم مال خودشونه. گفتم من میخوام برای خانواده کباب ببرم، کباب سفارشی. گوش میدی فرمز؟ آره. گفتم کباب سفارشی. گفت عزیز من خودت بیا تو آشپزخونه، خودت اونجا درست کن. آقا ما هم رفتیم اونجا، خلاصه منم آستینامو زدم بالا و رفتم جلو. این مواد همین کباب اونجا آماده بود و شروع کردیم همینجوری ورز دادن ورز دادن آماده شد. آره چیز بهداشتی هم اونجوری نبود دیگه، مثلا دستکش دستمون کنین دیگه. خلاصه آقا جون همینجوری شروع کردیم ورز دادن و نمیدونم چه ادویه‌ای هم زده بودن. آقا یک خارشی بدن من افتاده بود، من همینجوری صورتمو میخاروندم و دستمو میخاروندم و خلاصه تا اینکه این کبابا موادش آماده شد و من شروع کردم اینا رو سیخ کردن. یه سیخ کردن و بعد خلاصه سیخ کردن این کبابا که تموم شد گذاشتیم رو گاز و پخت و گذاشتم لای نون و اومدم خونه. این بود دیگه قضیهش. آره همین بود. آره تو تمام اینا رو تو درست کردی؟ آره نون کبابی بود زیر برنج گذاشتم، قشنگ کبابا رو اینجوری گرفتم فشار دادم رو نون آبش بس. اینا کار توه؟ بله داداش. خوبه ها؟ خب تو که بلدی پس چرا تو خونه درست میکنی؟ خب خونم از این به بعد دیگه درست میکنم دیگه. حالا دستپخت منو بخوری ببینید خوشمزه است نه؟ عالی. بخور گلی. من خیلی خوردم سیر شدم. بخور دیگه دستپخت من داداش. چطوره؟ ها؟ من یهونم دیدم سیر شده. آقا جون بخور دیگه. گیر نده من گرفتم. خیلی هم خوشم. من بهم برخورد دیگه. یه لقمه بخاطر من بزنم یه الان. من گرفتم دیگه. منو ول کن. من تموم شده. تو یا گرفتی نه؟ اینو گرفتی. بیا بابا. این خجالت میکشه. نه. خجالت نمیکشه. فرمز بعد بخواه بابا بیشی. نه آقا جون خسته میشه. آقا جون این لوس بازی داره در میاره، حالش به هم میخوره. فرهاد نکن این کارو. نه بسار اینا دست من رو بده بابا، از ما که گذشت. داداش فریدون من نا من دوست دارم نمونده. بیا دوست دارم با دست بهت بدم که بیا. وایسا ببینم این که چیزی نیست عزیز من، یه علامت کوچیکه. تو چرا بدت میاد؟ خب چرا من؟ یکی دیگه برو خود برو به من بگی جریان چیه بدونم چه خبره. ببین خواهر من میخوام با این قلمو یه سری از این علامت رو بدن این بذارم که بگم یه مریضی واگیردار اومده تو این خونه. اونای دیگه مجبور میشن میرن آزمایش درسته یا نه. در این بین فرهادم مجبور میشه بره آزمایش. اون وقت تکلیفمون روشن میشه. خوبه که خیلی راه حل خوبیه. آفرین. من حساسیت دارم، مثلا قلم میخوره دستم. هر چی داداش بگه. مثلا چه حساسیتی ممکنه داشته باشه؟ بلک ببینم اگه اونجوری بگیری از فرهاد من خوبه. نه اگه اون مره خیلی خوب. پس بیا بودو آقا جون شما خودتون تشریف بیارین از نزدیک ببینین خودتون متوجه میشین. ببینینش چی شدم؟ چی میگید که طاعون اومده؟ آقا جون شما نمیدونین مریضی جدید گرفته. شما رنگ و روشو نگاه کنین. تو نگاه کنین رنگ و روش مال پرخوریه داشت خودشو خفه میکرد.
آخ آقا جون تب داره. تبم نداری؟ دارم. نه بابا اصلا به آقا به زود دوزاشتم که به زور که نیست که تب داره. آقا جون نشونه هاش معلومه، لکای رو دستشو ببینی خواهش میکنم. پره لک شده. نشون بده بینم. کولکه کول نه 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 اون دستیه فرامرز همین بود اون اون دستته اون دست تو بیا آقا نه من میگم این بود این لکه نمیدونم آه اینجا یه دونه نه نه اینم پاک شد ای بابا چرک بوده پاک شد قربونتو برم نه خیر آقا جون این درخت ها همشون شته دارن شت هم ویروس تولید میکنه این مریضی از شته های درخته بله از شتای درخت من هم همش رو درخت بودم دیگه خب گنجشکا و کفترام رو درختن همه مریض میشن شته میگیره من فرق میکنم دیگه تقصیر شته ننداز این ویروس این مال این چیزا نیست تبم نداره لکم نداره منو سر کار نذارین این درخت خیلی خطرناکه آقا جون نخه همه باید بریم آزمایش بدیم این اصلا گوش نمیکنه که اینا رو من خودم اینجا برای تو رنگ زدم فرامرز آسون فرامرز چه میدونم چه مگه من صد بار بهت نگفتم وقتی میری همون حالت رو ننداز رو زمین چشم گفتم دیگه بفهم چشم آره داداش من یه روز همون نرم میپوسم تو رفتی همون آره نریم میپوسی با این لکه هم رفتی همون آره فهمیدم رفتم همون پاک شده آره بله بعد ببین تقصیر خودته چرا باید یه رنگ میزدی دائمی باشه من که اونقدر نمیفهمم که یعنی اول باید فکر این چیزا رو میکرد دائمی دوست داری باید دائمی بود نمیرفتی حتما دائم دائم باشه دی نه یه چیزی که حالا هموم نرم پاک سرت رو بیرون جلو گوشتونم به من بدین یه دائمی برات درست کنم که دیگه دائم یادت نره دائم دیگه برات میمونه آخ عجب جسد آره تو برم آقا جون حالا چی؟ لکه پیدا شد ببینین چه سیاس دردم داره جای آرنج خودته 40 سال 1000 تا درخت توی این باغ یه نفر یه دونه شته نیده خود به احتوم درختان نزنیم برین دنبال کارتون چشم فرامرز بله به این علیرضا هم بگوین آشغالا چطوری پاک میشه چسبیده به سرم چشم چشم زودتر سر من میخوای کارم ای بابا من خودم گذاشته بودم گفتم دم دست باشه لازم میشه خب اینجا هم نیست که گلی جان بیا 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 ببینم همینه خیلی خوبه ببین گفتم که اینجا چه چیزه حواست باش دیگه باش ببین حالا فقط حواست باشه اینو که بردی اونجا خب از همین طرف میدی دستش که انگشتش از همین طرف بگیره بپره بعد سری باید بیاری طرف بعد ببریم آزمایشگاه میدونم با خون لخته بشه دیگه به درد خیلی خوب باش میام ببین فرات خان کجاست گلی جان؟ داره تو پذیرایی روزنامه میخونه خب منم دعا کنم نه پذیرایی داره روزنامه میخونه تو هول میکنی آدمو مواظب باشی ها سلام علیکم داداش تو رو خدا ببخشید فقط همه اینا به خاطر خودته خدا کن دست زیاد نبره یه چشم زد چی شد برید دست درد نکنه طلعت من میدونستم تو خیلی با عرضه ای تو خیلی زرنگی طلعت فقط بینه بخیه مخیه لازم نداشت بابا بلم کن دست خودم بریده گلی جانه چی؟ دست خودم بریده